آقای بیات، در مجموع با توجه به حرفای به امروز آقای گوراسی که درباره نحوه همکاری با ایران و نبود پیشرفت در مورد حل مسائل پادمانی ابراز تأسف کرده، شما چقدر احتمال میدید که صدور قطعنامه علیه ایران جدی باشه به رغم اینکه آمریکا مخالف این کاره؟ من واقعا دقیق نمیتونم قضاوت بکنم. مسئله در هر حال امروز از صحبت‌های آقای گوراسی هم میشد استنباط کرد که ایشون هم خیلی طرفدار افزایش فشار نیست. مسلماً ایشون به طور واضح پرسشی که ازش شد جواب نداد، اما در چه یکی دو بار تکرار کرد که طرفدار فشار نیست بلکه متقاعد کردن. در حال اگه اینو به عنوان، یعنی به نظر میاد که آقای گوراسی هم زیاد علاقه نداشته باشه. حالا آیا این قطعنامه واقعا ارائه و صادر خواهد شد، اینو باید دید. اما آنچه که میشه با دقت بیشتر گفت اینه که صدور یک قطعنامه الان از طرف شورای حکام بیشتر یک اقدام نمادینه، زیرا که عواقب نداره. برای نمونه بهتون میگم، اگر که فرض کنید الان یک قطعنامه صادر کنند، یک ضرب الاجل هم بذارن و جمهوری اسلامی ترتیب اثر نده، شاید هم یک بار دیگه چون این کاری بالاخره به شورای امنیت ارجاع میشه. با توجه به وضعیت کنونی شورای امنیت، با توجه به اینکه چین و روسیه حاضر نیستن با امریکا کشورهای غربی در مورد فشار به جمهوری اسلامی همراهی بکنن، از این لحاظ زیاد آینده نخواهد داشت همچین کاری. اگر که اروپایی‌ها واقعاً بخوان به جمهوری اسلامی فشار بیارن، باید قاعدتاً از مسیر برجام برن، یعنی فعال کردن مکانیزم ماشه. اون کاریه که دست خودشونه، فقط هم اروپایی‌ها میتونن بکنن، امریکایی‌ها نمیتونن چون بیرون رفتن از برجام. منتها واقعا واضح نیست که قصد اروپایی‌ها از مطرح کردن این قطعنامه دقیقا چه باشد، زیرا که همچون قبلا گفتم بیشتر نمادین خواهد بود و اثر زیادی در افزایش فشار غیر از در سطح مطبوعاتی و رسانه‌ای و اینا اثری نخواهد داشت. سپاسگزارم آقای بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای از اتریش، با ما دعوت ما را پذیرفتید.